با درود با برنامه دیگر از Persian Awards جوایز پارسی در خدمت شما هستیم و امروز مهمان عزیز ما مرسا شیرعلی یکی از نویسندگان بسیار خوب ایرانی با ما هستن و می‌خوایم با هم ساعتی رو با شما باشیم. مرسا جان میتونی خودت معرفی کنی؟ سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و ممنون از لطفتون و دعوتتون. من مرسا هستم، شیرعلی. 36 سال پیش جنوب ایران به دنیا اومدم، اهواز، و ایران روزنامه‌نگار بودم. خارج از ایران طراحی داخلی ساختمان خوندم و هنوز درسم تمام نشده. خب همه چی رو گفتی که من چی بگم دیگه. قرار شد یه سری رو من شوخی میکنم. پس ببین، بذار برگردیم یواش یواش. تو کجای جنوب ایران به دنیا اومدی؟ گفتم اهواز. اهواز گفتی. اوکی. بعد اون وقت این در چه زمانی بود؟ یعنی بعد از جنگ بود؟ زمان جنگ بود؟ گفتم 36 سال پیش، یعنی میشه سال 64. 64 هنوز پس تو جنگ بودیم ما. بله. 3 سال بعد جنگ تموم شد. درسته، درسته. من میخوام یاداوری بشه برای هممون که چطور بوده، چه اون وقت تا کی تو اهواز موندی؟ یه چیز با مزه هم میتونم در موردش صحبت کنم، در مورد همون فضای جنگی که خیلی غم انگیزم بود وقتی من بچه بودم، ولی تلاش آدم ها برای ادامه زندگی هم به نظرم خیلی جذاب بود، مثل مادر بزرگم و مثل خیلی از حتماً به اینا میرسیم الان. وایسا مرسا، مخواییم راجع به این قضایی صحبت کنیم، چون تو هم حالا میگم چرا، یعنی تو داستانهای شما همیشه بکگراندی وجود داره از این داستانها. و خب ما میگیم جنگ، ولی در حقیقت یک دفاع بود دیگه. ما جنگی بود که ما نطلبیده، یعنی ما نخواسته ای بود که به ما تحمیل شد، بهش میگن جنگ تحمیلی یا دفاع. ما در حقیقت همیشه در یک دفاع بودیم و سعی میکردیم اون چیزی رو که از دست دادیم دوباره به دست بیاریم در اون جنگ. و خب خیلی مسائل مختلفی در اون زمان به وجود اومد که نویسنده هایی مثل شما رو که با اون بزرگ شدید بهشون خیلی سوژه ها داده که امروز بتونن با خواننده های خودشون کامیونیکیت کنن. مرسا جان، تا چه سالی تو اهواز بودی؟ یعنی تمام زندگی نوجوانی تو اهواز بودی تو؟ بله، من تو اهواز به دنیا اومدم. یک مقطع 5-6 ساله برگشتم به شهری که پدر بزرگ و مادر بزرگم توی اونجا جنگ زده بودن. از آبادان مهاجرت کرده بودن به امیدیه و بعد سالهای بعد از جنگ بود. من کنارشون زندگی میکردم به خاطر شرایط کاری پدرم و مادرم، و بعد از اون برگشتم اهواز و تا قبل از این که به استرالیا مهاجرت کنم توی اهواز بودم. یعنی چه زمانی یعنی گفتی مهاجرت، منظور اینه که میدونستی که میخوای بری و دیگه بر نگردی؟ برای همین بهش گفتی مهاجرت؟ خب به هر حال یه تصمیمی در این باره گرفته بودم. حالا من خیلی هوشیارانه قضایای زندگیم رو دنبال نکردم، خیلی غریزی عمل کردم، ولی اتفاق بعدی هم برام نیفتاده خوشبختانه. یعنی بیشتر به اون شامه غریزیم رجوع کردم و فکر کردم که الان این تصمیم میتونه مثلا تصمیم بدی نباشه در اون شرایط. یعنی در چه سنی بودی که از کشور خارج شدی؟ 8 سال پیش. من الان 36 سالمه. 28 ساله بودم. بله. و اون حوادث 88 رو گذرونده بودیم. هنوز حوادث 88 چی بود؟ اون اعتراضات به جنبش سبز، انتخاباتی که به شکل دمانم مغرضانه رأیش تغییر پیدا کرده بود و مثل همه آدم هایی که حتی سیاسی هم نیستن توی ایران ولی شرایط اجتماعی اونا رو درگیر میکنه، من هم حالا به همراه خانواده‌ام و دوستان درگیر اون موضوع بودیم. و بعدش میتونی بگی دل شکستگی یکی از عوامل؟ آره دقیقاً شبیه همین بود. خیلی سرخوردگی بود. دقیقاً همین بود. خیلی فضای ناراحت کننده‌ای که آدم ها رو ناامید میکرد و تعامل و صبرشون رو دیگه ازشون میگرفت. راستش به نظرم خیلی شرایط خوشایندی نبود. سن 28 سالگی، یعنی تو دانشگاه هم رفته بودی اون زمان؟ من دانشگاه هم رفته بودم و
خیلی سال هم بود که روزنامه نگاری کرده بودم. دانشگاه چی خونده بودی مرسا جان؟ من ادبیات فارسی خونده بودم. اوه ادبیات فارسی خونده بودی در ایران؟ بله من در ایران ادبیات فارسی خونده بودم از 18-19 سالگی. با گذراندن یک دوره خبرنگاری توی باشگاه خبرنگاران جوان یه مدرک روزنامه نگاری گرفتم و بعد با یکی از بهترین روزنامه های محلی استان خوزستان، روزنامه همسایه ها که بعدم توقیف شد متاسفانه، کارم رو شروع کردم. من جز کوچولوترین عضوای تحریریه بودم و بسیار بسیار از همشون یاد گرفتم و گره های ذهنی مو واقعا باز میکردم برام و توی مسیرهای خیلی خوبی قرار گرفتم، مثل همین تفکر منتقد داشتن به فضای اجتماعی که ممکن بود زور و ظالمانه باشه و چرا که نه بهش باید اعتراض کرد و نپذیرفتش به این راحتی. توی اون روزنامه من خیلی با آدم های یونیک و میگم خوشفکری همراه شدم و ازشون خیلی چیز یاد گرفتم، ضمن این که جز بهترین روزنامه های حرفه‌ای در مطبوعات استان شناخته می شدم و جوایز خیلی معتبری هم گرفتم. منتها من موقع کوچولو بودم و صرفا در کنارشون یاد می گرفتم و خیلی هم هیجان داشت برام اون کار و اینا، ولی خب ادامه دادم. خیلی وقفه می افتاد بابت همون توقیف و همینطور دنبال کردن درسم، ولی بعدش با زمینه روزنامه همشهری کار کردم در خوزستان یه مدتی، در دفتر نمایندگی روزنامه آفرینش، ابتکار، صدای عدالت و در دفتر خوزستانشون خبرنگار بودم و بعد از اون هم با کارون پنجشنبه ها کار کردم. یه سری از زمینه های نشریات استانی و ملی که در میومد توی خوزستان. تقریبا 8-9 سال پس تو کار روزنامه نگاری بودی؟ بله بله. همزمان که ادبیات میخوندی، درسش هم میخوندی، ولی در کار مطبوعات هم بودی؟ بله. و جالب بود که ما یه مدیر مسئول کم نظیری داشتیم توی روزنامه همسایه ها به اسم آقای محمد حزبایزاده که الان ایشون هم در حوزه ادبیات کار میکنن، مترجم رمان و داستانهای کوتاه ادبیات عرب هستن و اون موقع در این شاخه فعالیتی نداشتن و ولی علایقشون به داستان هم بود و جالب بود که این علایق رو به ما انتقال میدادن و فضای داستانخوانی رو خیلی به وجود می آوردن، مخصوصا با اومدن یکی از نویسندگان دوست و همراهشون که خارج از ایران هم زندگی میکرد اون موقع، عدنان قریفی که از نویسنده‌های خیلی کم نظیر دوره خیلی درخشانی از ادبیات بود. من یادمه که به واسطه دوستی مدیر مسئولمون و ایشون این فضای داستانخوانی رو در محیط روزنامه برای ما با مهمان شدن ایشون به ایران به وجود آوردن و من خیلی برام دنیای جالبی بود، شناخت داستان کوتاه از یک منظر دیگه‌ای که اینقدر بی واسطه میتونستم از یه نویسنده خوشنام و خوشفکری اونجوری یاد بگیرم. ایشون نویسنده عرب بودن؟ ایشون نه، از نویسنده های هم دوره خانم روانی پور و آقای او، یعنی پس نویسنده معاصر خود ما هستن ایشون؟ بله معاصر خود ما هستن. از داستانهاشون داستان کوتاه کوسه هست، داستان مادر نخل هست و حالا یک مجموعه سجلی آقای میرابدینی در آوردن به اسم 80 سال داستان نویسی کوتاه ایران و تقسیم بندی کردن دوره های مختلف داستان کوتاه رو. ایشون هم دوره که ایشون کار کردن دقیقا توی اونجا ذکر شده. حالا بعد من میتونم کتاب رو بیام اینجا در خصوصی دارم. آیا این اولین جرقه هایی بود در تو؟ چون امروز خب داستان کوتاه می نویسی، آیا اون زمان جرقه‌ای بود برای تو که این حرکت رو شروع کنی و یا فقط یک ایده بود برای نه تو؟ به داستان نوشتن فکر نمی کردم، انقدر محیط برای من باشکوه بود، انقدر که حرفه‌ای بود
اون فضای خوانشی که به وجود آورده بودن، خوندن نه خوانش، خوندنی که داستان خوانی که انجام میدادیم انقدر فضای یو بکری بود که در کنار دوستان که من بیشتر هیجان زده بودم از چیز یاد گرفتن و انقدر جرأت فکر کردم به اینکه روزی من علاقه مندم داستان نویسم نبود، برای من وجود نداشت. ولی جالب بود که شما گفتی قبل از این که برسیم به اون بخش بعدی، گفتی فرق خوانش و خوندن رو میتونی بگی که اینجا، چون گفتی کسانی که گوش میکنن مطمئن باشن که اشتباه نکنن. الان حضور ذهن ندارم که به این مسئله اشاره کنم، ولی میتونم سعی کردم که تفاوتشون رو رعایت کنم و فکر میکنم که در حال حاضر نیاز بود که من درسته. از کلمه خواندن استفاده کنم. درست. چون یه تعریف به خصوصی، حالا اون یه بخشی که متخصصی درست میتونیم بعد راجبش صحبت بکنیم. اوکی، چون مطرح کردی، خب ادامه بده. و من بذار همینجای سوالی از تو کنم. نه، چون خیلی جالب بود صحبتی که داشتیم میکردیم. من میخواستم برگردیم به صحبتهایی که داشتیم میکردیم که زیاد هم ازش دور نشیم. چون به عنوان یک کسی که خبرنگار کار میکردی، فقط در نوشتن بودی یا تو میدیاهای مختلف، میدیوم های مختلف هم کار میکردی؟ یعنی تو تلویزیون، رادیو؟ نه، فقط من بخش روزنامه بودم، روزنامه کار کردم و بعدش خبرگزاری مهر یکی دوتا گزارش باشون کار کردم، یعنی سایت خبرگزاری مهر. ولی بیشتر تایمم رو با روزنامه گذاشتم. چرا بیشتر جلی، چرا مثلا جلی دوربین نمی رفتی؟ چرا کارهایی؟ خب روزنامه ها به شکل خصوصی منتشر می شد و اون بخش تصویری متعلق به دولت بود و خب راه پیدا کردن به اون بخش دولتی، هممون می دونیم که توی ایران مشاغل دولتی خیلی سخته. ما حتی بیمه هم نداشتیم و این اواخر اداره ارشاد مثلا به یک سری از دوستانمون تحت عنوانهای دیگری به جز خبرنگار بیمه، شرایط بیمه رو به وجود آورده بود و خب این مسائلیه که همیشه بخش خصوصی باش مواجهه توی ایران. ببین، تو دلیلی که میگفتم چون خیلی قشنگ خودتو پرزنت میکنی، خیلی قشنگ صحبت میکنی، صدای زیبایی داری، برای همین من قصه خونیاتو دیدم که وقتی قصه میخونی چقدر زیبا میخونی. یعنی من با خودم اولین حدس من این بود که خب تو میتونستی، این توانایی رو داشتی که از این میدیوم تصویری یا صدایی هم استفاده کنی، برای همین سوال کردم. سوال بعدیم اینه که تو تا، یعنی ما داریم میرسیم به مرحله‌ای که به 28 سالگی، خب تجربه زندگی چی بود در اون لحظه برای فان و برای تفریح و اینا؟ چی کار میکردی اون موقع؟ هنوز احواز بودی؟ برای هم دانشگاه میرفتی، ادبیات میخوندی، کار ریپورتینگ میکردی، کارهای خبرنگاری، برای تفریح چی کار میکردی؟ برای تفریح هم خب خیلی سینما رو دنبال میکردیم با دوستامون و خیلی انجمنهای شعر و داستان میرفتم باز با دوستان، خیلی دوستان نزدیکم و کلا فضایی بود که حالا درسته که شرایط اجتماعی خیلی خوب نبود، ولی فضای دوستانه و فرهنگی خوبی رو برای خودمون ایجاد میکردیم که بشه ادامه داد در واقع، و امید وجود داشت هنوز. ببین، من ما که اینجا هستیم، مثلا من 36 سال اینجا هم، ایرانم نرفتم تو این مدت، خب تو خبرهای عجیب غریب میشنویم، مثلا بعضی موقع میشنویم ایران، میبینیم همه میگن وای میری مهمونی، از همون روز اول که وارد ایران میشی مهمونی پشت مهمونی، نه چقدر خوش میگذرونن تو ایران، ما اصلا خبر نداریم. بعد طرف دیگه میگن خب آه سختی ها اینقدر بده، مردم همه دل مردن، همه دل گرفتن. من نمیفهمم فرقش این دوتا رو چطوری به هم بچسبونم. میتونی به من کمک کنی؟ دقیقا، خیلی جالبه. من خودم الان چون که 8 سال اینجا و با این تجربه مواجهم، بعد یه زمانهایی با خودم مرور میکنم، میگم که حواست باشه داری با اخبار بد ایزوله میشی خارج از ایران، چون که صرفا اخبار بد رو میخونی در صورتی که زندگی جریان داره و ادامه داره و آدم ها مهمونیاشون رو میرن، تفریحاتشون رو دارن، کنار هم میخندن، گریه میکنن و
اتفاقا شاید تحمل شرایط سخت توی اون فضای جمعی برای من براشون راحت تره تا خارج وقتی که خارج از ایرانی. درسته خارج از ایران من عزیزی رو از دست بدم یا حتی با یه سوگ جمعی مواجه بشم مثل حادثه هواپیمای اوکراین یا اعتراضات آبان یا خیلی خیلی از مصائبی که اتفاق میفته بود یه سوگ جمعی در واقع، من فکر میکنم که با توجه به اینکه ماها خارج از ایران هستیم خیلی بیشتر ایزوله میشیم با این اخبار بعد و خیلی دردناکتر این سوگ وارد رو پشت سر میذاریم، در صورتی که اونها به هر حال در بسن شرایط هستن و در کنارم. نمیگم شرایط سختشون طی نمیشه، ولی اون سوگواری پس از درد رو جمعی کنار هم دیگه میگذرونن و یعنی این حس همدردیه هم قاعدتا بین آدم ها وجود داره، همونطور که الان میبینیم مثلا در اعتراض به وضعیت کم آبی استان خوزستان دیگه استان آذربایجان هم همراهی میکنه، یا مثلا اگر اصفهان اتفاق میفته استان های دیگه هم همراهی میکنه. یعنی این حس همدردیه وجود داره. چرا به این شکل؟ مثلا ببین من دارم نگاه میکنم اینجا تو آمریکا این جنوری 6 این اتفاقی که اینجا افتاد خیلی مسئله بزرگی بود دیگه. شما همون اتفاق اگر در ایران افتاده بود کلا اصلا شکل دیگه ای پیدا میکرد. یعنی طوری که مردم مثلا وقتی مردم مثلا میشنون که زاینده رود آبش خوش شده مثلا فکر میکنن آب مثلا خونه باباشون مثلا قطع شده، همه همون احساس رو میکنن که انگار یه چیزی از تکه از بدن خودشون کنده شده، حتی خارج از کشورم هستن. چرا این فرق وجود داره؟ مثلا در حقیقت اینجا نیست، مثلا اینجا ما میبینیم یه حادثه ای افتاده توی یه استیت دیگه تو آمریکا، هم شما هم تو استرالیا همین احساس میکنن، مردم همدردی میکنن ولی نه به اون شکلی که ما تو ایران عادت داریم همدردی کنیم. درست میگم؟ خب فکر میکنم دلایل مختلفی داره، حالا نمیدونم من چقدر صلاحیت دارم این رو جواب بدم، ولی فکر میکنم یه بخشش فرهنگیه، خب از فرهنگ ما برمده این فرهنگ همدلی، و یک بخش دیگریش میتونه شرایطی باشه که به ما تحمیل میشه. خب قاعدتا حکومت از تفرقه انداختن بین مردم گاهن سعی میکنه استفاده کنه، مثل رو در رو قرار دادن مردم اصفهان و خوزستان برای انتقال آب و نمیدونم همین بحثایی که گاهن میبینیم که مردم مسببش نیستن ولی ناخودآگاه درش درگیر میشن و روبروی هم قرار میگیرن. من فکر کنم که حالا این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، شرایط انقدر درد فراگیر شده که شاید مردم دیگه به جای این که در روی هم دیگه قرار بگیرن کنار هم دیگه برای هم دردی قرار گرفتن. حالا صرفا هم میگم برای انگار که برای اون همراهی کردن و گذروندن اون شرایط و مسائلی که باهاش رو در رو هن متوجه شدن یا نمیدونم کم کم این آگاهی داره به وجود میاد که کنار هم قرار گرفتن بهتر از رو در روی هم قرار گرفتن. چون آقای معروفی یه جمله خیلی خیلی زیبایی داره، ما دستمون به مسبب اصلی نمیرسه، از هم دیگه انتقام میگیریم، و این یه چیزیه که شما توی تاریخ ایران اصلا همواره تکرار شده، خودمون به خودمون ضربه میزدیم. ولی خب احتمالاً اصطلاحش رو شنیدی که میگن این سکهایی که سورتماهای سنگین رو میکشن تو این اسپاین اسکیموها، اگر ببینی هر چی سنگین تر باشه و کارشون سخت تر بشه شروع میکنن همدیگر رو گاز گرفتن. توجه کردین؟ خب در حالی که اینا باید به هم کمک کنن که برن بالا ولی همدیگر رو گاز میگن، یعنی به اون یکی میگه چرا تندتر نمیکشی یا چرا عقب میکشی، چرا اینجوری، بیشتر همدیگر رو اذیت میکنن تا اینکه به هم کمک کنن که جلو برن. ولی شاید هم از طرفی هم اینم این خودش یک انگیزه سازیه برای جلو رفتن که با هم حرکت می‌کنیم به شکل دیگه نگاش. آقای معروفی کیه؟ آقای معروفی یکی از عزیزترین آدم‌های زندگی من، قبل از اینکه استاد بزرگ خیلی از بچه‌های گردون باشه برای من خیلی عزیزه، چون که یکی از کسایی بوده که واقعا معلم دلسوزی بوده که من در کنارش تونستم خیلی چیز رو یاد بگیرم. معلم چیت بوده؟
معلم نوشتن من بوده، آقای عباس معروفی که در ادبیات معاصر همیشه آثارش جز بهترین ها میاد و خب من این فرصت رو داشتم که از ایشون هم یاد بگیرم. که این فرصت رو داشتی وقتی در ایران بودی یا وقتی از ایران خارج شدی؟ نه وقتی خارج از ایران بودم به آکادمی گردون ملحق شدم، به بچه های گردون، به بچه های خوشفکر گردون، حتی دستیارهای آقای معروفی خیلی بچه هایی هستن که توی ایران هن ولی خیلی با جدیت ادبیات رو دنبال میکنن. ایشون خودشون ایران هستن؟ نه خیر، آقای عباس معروفی آلمان هستند و از ولی بچه های گردون در ایران هستن. بچه های گردون از همه جای مختلف هستند. گردون گردون یه آکادمی، گردون یک آکادمی نویسندگیه، یک کارگاه نویسندگی که در واقع آقای عباس معروفی ایشون ایدارش کردن یا یک فقط یکی از معلماشون هستن؟ نه ایشون دایرش کردن بعد از اینکه به آلمان مهاجرت کردن، بعد از اون حوادث فکر میکنم قطرهای زنجیره‌ای توی ایران، و ایشون هم به آلمان مهاجرت کردن و حالا فکر میکنم مجله گردون رو در ایران در میوردن و این اسم بر اومده از شاید مجله باشه، من اینجوری فکر میکنم. شما چی شد چطور شد با این مجله، با این یعنی دانشکده یا هنرکده آشنا شدی و چرا اصلا تصمیم گرفتی که بری کلاس ادبی یا داستان نویسی بگیری؟ خب من اولش که اومدم استرالیا فهمیدم که تازه فهمیدم غربت یعنی چی و نمیدونستی یعنی چی مفهومشو واقعا نمیتونستم درک کنم. چقدر جالب. تا اصلا غریب بودن یه چیز، همیشه من مادر بزرگم یه جمله خیلی بامزه‌ای به داییم که سالها امریکا زندگی میکنه میگفت، موقع خدافظی بهش میگفتش که غریب تندرست باشی، و این اینقدر این یه جمله سوزناک و نمیدونم خیلی پر از غم بود برای من و فکر میکردم که غربت ممکنه سختی خودش رو داشته باشه، ولی وقتی اومدم اینجا دیدم اتفاقا غربت سخت نیست با توجه به اون سختی هایی که حالا ما تو ایران پشت سر میذاریم از همه لحاظ، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همه چی. غربت این سختی رو نداره ولی غربت خیلی دردناکه، غریب بودن یه چیز دردناکیه. به من بگیدیم این غریب بودن رو، حالا من میخوام بیشتر راجع به این غربت بگم چون خیلی جالبه. تو یاری داشتی، عشقی داشتی که اونجا گذاشته بشی و بیای به این طرف مرزها؟ خب همه آدم ها نمیدونم، خب عشق رو آدم توی چیزهای مختلف دنبال میکنه دیگه. بله من عشقم یکی یاره نه، وقتی که خارج از ایران شدم فهمیدم که من عشقم زبان فارسیه. اصلا عشقم ادبیاته و بعدش به قول احسان یارشاطر فکر کردم که وطن من باید این کلمه ها بشه و من نمیتونم اصلا جدا بشم و سعی کردم یه راه تنفسی برای خودم ایجاد کنم. حالا من ابزار کارم زبان فارسی بود، می نوشتم، کلمه در اختیارم بود و از اون موضوع فاصله گرفته بودم، شروع کرده بودم اینجا حالا بعد درس میخوندم و خیلی چیزهای دیگه خیلی سخت بود برای من و اصلا نمیتونستم من غیر از فارسی فکر کنم و انقدر سخت بود که فکر کنم یه راه زنده موندن و نفس کشیدن برای خودم ایجاد کردم و با دیدن تبلیغات کارگاه داستان نویسی مونیرو روانیپور در فضای مجازی که اون موقع ها توی فیسبوک برگزار میشد، من به این گروه پیوستم. اونجا خانم روان اصلا هیچ سررشته داستان نویسی نداشتم ولی خب شروع کرده بودم به داستان خوانی در ایران، داستان خوانی کوتاه با اون مجموعه که بهش اشاره کردم، و وقتی که یک داستان خیلی مبتدی و خیلی غیر حرفه‌ای نوشتم، اما این تشویق خانم روانیپور داشتم که به من گفت اگر داستان
ننویسی، اول به خودت خیانت کردی، بعد به مردم که قصه های تو رو نمیشن. و انقدر جملهش به من شهامت داد که سعی کردم خیلی حرفه‌ای تر بخونم، بنویسم. و بعد از اینکه دوره منیرو تموم شد به کارگاه آقای عباس معرفی پیوستم و معلم نازنینی که خیلی تکنیک میدونست، خیلی رمان های درخشان خودش نوشته بود. و خیلی جالب بود که از نوشتن رو تلفیقی از تکنیک و غریزه آموزش میداد. یعنی همیشه یک به من میگفتش که همه تکنیک ها رو حالا فراموش کن که بهتون یاد دادی و حالا بذار اونا پس ذهنت باشن و حالا بنویس. و این خب خیلی جالب بود برای من و تجربه های خیلی ماندگار بود کنار آدم های تو با در حقیقت با دو استادی کار کردی که خیلی هم روش هاشون متفاوته، اخلاقشون هم مطمئن متفاوته. یعنی من فکر میکنم ولی دوستای خوبی هم مطمئنن دو بزرگواری که یعنی چطور میتونن دوستای خوبی نباشن؟ کسانی که هر دو با ذهن و زیبایی های اخلاقی و زیبایی های ذهنشون و واقعا عشقی که در هر دوشون میبینی چطور میتونن با هم دوست خوبی نباشن؟ من واقعا معتقدم که هنرمندان همیشه با هم دوستای خوبی هستن، همه هنرمندان. خودت هم متوجه شدی تا دو هنرمند همدیگر رو پیدا میکنن فوری میخوای با من دوست بشی، بلافاصله نشون میدن اینو به هم دیگه. ببین تو قبلش هم تو ایران هم به جز ریپورتینگ و اینا چیزای دیگه ای مثل شعر یا داستان چیزای دیگه هم خودت مینوشتی؟ یا این اولین باری بود که میخواستی تجربه کنی یک نوشته غیر خبرنگاری بنویسی؟ نه خب تجربه چرا مثلا نمیتونم اسمشو بذارم شعر، ولی مثلا ناخودآگاه یه نثر مسجعی رو روی کاغذ می آوردم و مثلا جملاتی رو می نوشتم، ولی خب خیلی شخصی دوست داشتم بمونه، انگار که مثلا نسبت به کیفیتش خیلی مطمئن نبودم چون که آموزشم ندیده بودم و که حالا تطبیق بدم با آموزش به شکل حرفه. اما توی این فضاهای آکادمیک که با منیرو و آقای معروفی دنبال کردم، خب خیلی فضای زنده و پرشوری بود که خیلی مدام میخوندیم، مدام همدیگر رو بازنویسی میکردیم، بچه ها در کنار همدیگه خیلی بود مسجد. خیلی ممنون که اینو اشاره کردی که زیبایی این هنرکده ها، این دانشکده ها اینه که به تنهایی تو نمیری فقط با معلم کار کنی، یه اسایمنت انجام بدی بیای بیرون، و با همکاری دیگران. من میدونم که از اون گروه ها نویسنده های بسیار خوبی بیرون اومدن. بله. و شما میدونم که هنوز با هم دوست هستین از بچه های بله همینطور. و هنوز بله. هم وقتی نوشته هایی رو میخونید یا در جاهایی شرکت میکنید که میخواین داستان خونی کنید به هم خبر میدید، مثلا میگین بله. هما نمیدونم لیلا من دارم بله. دقیقا لیلا منفرد و هما جاسمی عزیز از دوستان خیلی ناب من هستن که من توی همین کارگاه خانم روانیپور باشون آشنا شدم. و بعدش چقدر بدبستان‌های فکری و فرهنگی با هم دیگه داشتیم و گروه‌های خصوصی خودمون رو تشکیل دادیم. همیشه منیرو میگه حلقه‌های دوستی رو حفظ کنی بعد از اینکه کارگاه دوره آموزشیتون رو پشت سر می‌ذاری. در حقیقت یعنی واقعا یک معلم خوب، یک معلم خوب که فراتر از فقط یک آموزنده میشه، یعنی از یک آموزشگر میره فراتر، مثل یک مادر، مثل یک بزرگتر، مثل یک برادر، مثل یک خواهر، یعنی همیشه پشت شما هست مثل یک سایه. و لذت هم میبره از این تغییری که در زندگی شما به وجود آورده، تحولی که در زندگی شما به وجود آورده. تو پس به صورت جدی از اون زمان که شروع کردی نوشتن خودت احساس کردی و با تشویق خب معلمین که میدونستن که تو نبوغ خاصی در این زمینه داری؟ باش میکنم نه، یعنی اینو میگم کشف کرده بودم. خب من امروز هنوز نظر خودم رو نگفتم راجبت که واقعا داستانت زیباست، یعنی من واقعا دارم تولد نظر لطفتون، من دارم تولد یک نویسنده بسیار بزرگی رو در اینجا میبینم. و درست مثل همون معلم های شما من میخوام بهت بگم که بنویس تا اونجایی که میتونی بنویس. و خیلی یعنی باعث آزردگی منه که ما اجازه میدیم
نظریات دیگران. مثلا شما وقتی گفتی شعر که نبود، حالا من نمیدونم بهشون شعر بگم، واقعا شعره. من میدونم اون چیزهایی که تو نوشتی شعر بوده، ولی من اینو از بسیاری افراد شنیدم، میگن شعرواره مثلا یا چکامه یا سعی میکنه یه اسم دیگه پیدا کنن، چون متاسفانه در جامعه ما هنوز هم شعر رو همون نظام عروضی، همون نظام قدیم میبینن و هر چیزی که ازش تفریعی بره نمیتونن بفهمن. ولی ازت خواهش میکنم که این کار رو تو نکن و بشکن این مرزها رو. من تو نوشتهات بسیار بسیار تشویق میکنم بیننده هامونه که امروز دارن ما رو نگاه میکنن و شنونده ما، واقعا داستانات رو پیدا کنن. کتاب چاپ نکردی هنوز، درسته؟ نه من کتاب چاپ نکردم چون فرصتش پیش نیومد، ولی خیلی در نشریات مختلف توی این سالهای اخیر داستانهای مختلف چاپ شده از من، توی حتی همشهری داستان توی ایران داستان کار کردم، در مجله الکترونیک بانگ که آقای حسین نوشازر و آقای شهریار مندنی پور منتشر میکنن یک داستانی فرستادم و اونو کار کردم، در نشر نورهان که هم مجله الکترونیک منتشر میکنه هم جدیدن نسخه کاغذی منتشر کرد، چند تا داستان اگر بخوای داستانت چاپ بشه، اگر بخوای داستانت چاپ بشه دوست داری در ایران چاپ بشه یا خارج از کشور؟ اولش دوست داشتم در ایران باشه، ولی الان فکر میکنم که از من شاید انتظار بره که با توجه به این خارج از ایران هستم و این دسترسی به این فضای آزاد دارم، بدون سانسور دارم و میتونم تمرین کنم این رو در داستان نویسی و حالا نمیگم مبارزه، اسمش رو یه واژه خیلی سنگینی مثل آزادتر. مبارزه نمیزن. یعنی تو آزاد هستی، راحت هستی، میتونی اون چیزی رو که میخوای بنویسی. دقیقا. آیا هنوز خود سانسوری میکنی یا نه با عنوان یک زن؟ یعنی به هر حال در جامعه ای که نه راحت هستی الان در نوشتن؟ الان خب خیلی تمرین کردم و این اتفاق رو یه ذره این صدا رو شکوندم فکر میکنم برای خودم. حالا صرف این که بخوام میگم مانور خاصی بدم روی این که خود سانسوری نکنم و اینا، خب بالاخره یه بخشش فرهنگیه و پس ذهن ما اتفاق میفته قبل از این که به نوشتن تبدیل بشه، ولی خب فکر میکنم که در این فضای فرصت آزادی که برام به وجود اومده خارج از ایران و با توجه به این کیفیت بخش پیدا کردن نشر خارج از ایران که سالهای اخیر، فکر میکنم که شاید بد نباشه که از این فرصت نویسنده‌های خارج از ایران استفاده کنم و کاراشون رو بسپرن به اینجا. خوشبختانه شرایط بدون سانسور، خوشبختانه اینجا خب الان شرایطی در دنیا به وجود اومده که میتونید سلف پابلیشینگ انجام بدین، خودتون کتابای خودتون رو چاپ کنید. توی خیلی دنیای مجازی فروش حتی اینها رو برای فروش بذارید و خیلی ها میتونن بخرن، ولی این تنها مشکلش اینه برای کسانی که در ایران هستن. مثلا شما الان کتابتو اگه سلف پابلیشینگ کنی بذاری رو آمازون، من میتونم به راحتی بخرم، ولی تو ایران ممکنه این فرصت نباشه. پیشنهاد من اینه که خود سانسوری نکنی و اینو برای ایران بفرستی. گفتن که باید سانسور بشه، بگو نمیخوام بکنم، بعد نکن، ولی از اول فکر نکن چون ممکنه سانسور بشه نفرستم. چرا نفرستی؟ میفرستی چاپ شد نشدم نشد. بعضی موقع ممکنه تغییراتی بخوام بدن که زیاد برات مهم نباشه و هنوز اهمیت این که در ایران برات چاپ بشه بالا باشه به اون اندازه که اون تغییرات رو بدی. درست. یعنی پیشنهاد خوبیه به نظر من. همه ما باید به هم کمک کنیم که اون حالت قهری که به وجود اومده که خیلی مهاجم احساس میکنیم، اجازه ندیم که جلوی چشممون رو تاری بگیره و هر چون تو ایران هم اگر بتونن نوشتهای شما رو بخونن خیلی زیباست. اگر بخوان کسی شما پیدا کنن شما رو، همین که مثلا گفتیم نشریات مختلف اینا رو چاپ کردن، آیا یک جای یک مشخصی هست که بتونن بیان؟ یک وبسایتی داشته باشی یا یک جایی داشته باشی که بتونن؟ نه من راستش یه ذره فن پیجی داشته باشی تو فیسبوک؟
نه 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 من انقدر هنوز منظم نشدم و این لطف شماست که من رو نویسنده خوب میدونی. من راستش خیلی تازه کار میبینم خودم رو، ولی میگم تلاش توی این مسیر خیلی برای من چیز لذت بخشی و ازش قاعدتا دور نمیشم. در حال حاضر صرفا با گوگل کردن اسمم چند تا از داستان ها میاد در نشر نورهان و مجله الکترونیک بانک و بقیهش هم به نسخه های کاغذی خودم دسترسی ندارم. گفتین در نوشته هم اومده؟ بله بله، در مجله بین المللی فصلنامه بین المللی نوشته هم یک داستان دارم. بله خب روی این موضوع متمرکز هستم ایشالا برای سال آینده که به صورت یک مجموعه در بیارم این داستان های که پراکنده کار کردم. از طرفی هم میگن داستان رو هرچی خب در نشریات چاپ کردن بعد هنوز دست خودته، یعنی هنوز به صورت کتاب نشده، شما هنوز هم میتونید تغییراتی درش بدین، ریویژن هایی درش انجام بدین و درست مثل بچه خودتون میمونه دیگه، این هی باش بازی کنید رشدش میدین تا جایی که میخواین برسه، ولی وقتی چاپ شد دیگه بعد میگن دیگه کتاب چاپ شده دیگه، حالا دیگه تغییرش ندم، به خصوص در داستان. برای میگم خوبه که تا الان صبر کردی تا حدودی. ببینم الان یعنی در حال حاضر از این طریق پول در نمیاری از داستان نویسی، درسته؟ نه از داستان نویسی پول در نمیارم، ولی کار چیه؟ چی کار میکنی؟ من الان دانشجوی طراحی داخلی هستم، یک سال دیگه دارم تا تموم میشه. بعد تو همین زمینه میخوای کار کنی؟ و توی همین زمینه، چون که اون هم یه بخشی از چی شد به طراحی داخلی علاقه من شدی؟ خب راستش اصلا حالا دنبال کردن هنر، اگر نوشتن هم هنر جز قطعا قاعدتا جز هنر ها محسوب میشه، دنبال کردن هنر برای من با نقاشی شروع شد وقتی که 6-7 ساله بودم و کارگاه های نقاشی رو به لطف پدر مادرم که من رو توی اون فضا امکان آموزش برام ایجاد میدن و توی اون فضا قرار میگرفتم دنبال کردم. حتی نقاشی دنیای رنگی با مزه و جالبی بود که توی اون هم دلم نمیخواست خیلی رئال چیزی رو دنبال کنم، دلم میخواست که یه ذره خودم باشم، رها باشم و همجور غریزی یه چیزایی رو دنبال کنم و اتفاقا خیلی هم اونجا هم بی استعداد نبودم. یادم خیلی سال پیش، شاید وقتی من 7 سالم بود یا 8 سالم بود، یکی از نقاشی هام انتخاب شد برای یک جشنواره‌ای که در ایران انتخاب میکردن و مسابقه بود که بعد در ژاپن برگزیده ها به نمایش در میومد آثارشون و در مورد فکر میکنم آسمان و فضای، اصلا دقیقا یادم نیست، فضای آسمانی و همچین موضوعی داشت. حالا به طور دقیق میگم، نمیخوام اشتباه کنم، اشاره ای نمی کنم، ولی اونجا هم نقاشیم انتخاب شد و برای مصاحبه دعوت شدیم که بریم تهران، از اهواز بریم تهران، ولی اون موقع بدترین سالهای زندگی من و خانوادم بود، چون که مثلا اون نامه مصاحبه وقتی به دست ما رسید که ما یکی از مراسمهای فوت پدرم رو داشتیم میگذروندیم، نمیدونم 40 یا همچین چیزی بود و خیلی شرایط در سن خوب. کم بودی که پدرت فوت کرد؟ بله من خیلی سن کمی داشتم که پدرم از دست دادم و بعدش دیگه یه وقفه پیش اومد و من نقاشی رو دنبال نکردم تا 16-17 سالگی دوباره به صورت آزاد رنگ روغن کار کردم با سیاه قلم، ولی بازم خیلی مسئله جدی نبود برای من، چون که جذب نوشتن شدم و نوشتن رو شروع کرده بودم. اما اینجا اول با اینتریر دیزاین شروع کردم، اما در حال حاضر عنوان اصلی رشتم هست آرت دیزاین و
به عنوان ساب میجرها دنبال میکنم اون ویژوال آرت ها و الان بیشتر به صورت کانسپت آرت، یعنی کانسپت آرت میکنی یا چنو؟ آره و خیلی جالب بود که برای من، میگم غریزی اتفاق میفته. خیلی دنبال کردن حوادث برای من، اتفاق ها و تصمیم گیری های زندگی خیلی غریزی اتفاق میفته، ولی واقعا من رو به ریشه هم گره میزنه و الانم خوشحالم که دوباره برگشتم به اون فضا. میگم رشته اصلی من اینتریر دیزاینه، ولی به عنوان ساب میجر در کنارش دنبال میکنم توی همین رشته که مشغول خوندنشم ویژوال آرت رو دارم دنبال میکنم. و پس خیلی لذت میبری از خیلی فیلم های جدیدی که به صورت 3D مدلینگ و این تمامی ویژوال آرت هایی که وجود داره. خیلی ضمن این که چقدر فضای درس خوندن ویژوال آرت یا شاخه های شبیه این در خارج از ایران متفاوته، چقدر اصرار روی خلاقیته، چقدر این خیلی بر من جالبه. چیزی که توی ایران اتفاقا تو دوره ما ازم گرفته میشد. مثلا مجسمه سازی هم میکنی الان تو جز بخش آره تنوس، یعنی چیزای ویدیو اینا بخوای درست کنم؟ اونم یه ذره امتحان کردم، ولی قدرت بدنی اصلا از پسش بر نمی اومدم پای اون دستگاه بشینم و گله رست و اینا، واقعا گردن درد و اصلا نتونستم. خیلی کار میتونی با دستت درست کنی، لزومی نداره با اون دست. درسته، ولی فکر میکنم که خیلی تو اون بخش خوب نبودم. مرسی جان، من خودم با معماری شروع کردم تو ایران که بودم، معماری میخوندم، بعد اومدم کامپیوتر ساینس، از اونجا رسیدم به گرافیک آرت، بعد از اونجا رسیدم به همینطور ادامه دادم رسیدم به گیم دیولپمنت. الان خب تو کارهای گیم دیولپمنت هم خب برای همین تو هم الان مثلا به راحتی مثلا اگه بیفتی تو 3D مدلینگ و انیمیشن اصلا یه بله. عجیبی دارین دیگه، یعنی مجبورید الان به خاطر حتی اینتریر دیزاین. بله الان پروژه هامونو به شکل ترایی که میکنید. بله الان پروژه های اتفاقا اینتریر دیزاینمون رو در قالب همین 3D مدل انجام میدیم و اونم خیلی دنیای جالب و با مزه. ویرچوال انوایرمنت ها یا شوش ویرچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی، به خصوص تو کار شما آگمنتد ریالیتی خیلی بیشتر استفاده میشه تا ویرچوال. بعد خیلی جالبه که به عنوان یک نویسنده من برام خیلی جالبه که ببینم که این چقدر میتونه تو رو دیسترکت کنه، چون واقعا یک زیبایی هایی رو پیدا میکنی در یک دنیایی رو مثلا همین ویرچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی و یه المنت های جدیدی برای خلاقیت پیدا میکنی و امیدوارم اینها تو رو از نویسندگی دور نکنه، به خصوص فارسی نویسید. چون خود من رو کرد، یعنی خود من رو کرد، زبان و محیط و کارهای یه دفعه از شروع میکنی با خلاقیت های مختلف، مثلا عکاسی و فیلمسازی، اصلا یه دنیاهایی رو به خصوص همونطور که گفتی اولش سخته، اولش همیشه احساس غریبی میکنی، ولی وقتی در این محیط جا میفتی یک دفعه مثل یک موجی تو رو برمیداره میبره. بعد درست. عقب رو نگاه، یعنی میخوای به عقب نگاه نکنی، برای احساس میکنی که خب فارسی که استفاده نمیکنیم دیگه، یواش یواش واژه ها از ذهنت میره بیرون، اون دیگه کارکردها. ولی حیفه واقعا برای تو، خودت هم اشاره کردی اینجا، میخوام به اونجا برگردم. تو خیلی اولا دختر شیطونی هستی، تو اصلا شیطان که توی ذهنت وجود داره از اینجا میپره به اونور، من قشنگ میبینم. ولی خودت داری قشنگ یک چیزهایی رو اینجا لو میدی که نوشته های تو بسیار ثقیلن، یعنی خوندن داستان های تو آسون نیست. من این رو از کسان دیگه‌ای که داستاناتو خوندن شنیدم و خودم وقتی داستاناتو خوندم مجبور بودم چند بار بخونم که بسیار زیباست، کارهای مندنی پور، کارهای گلچیری، کارهای حتی اولیه صادق هدایت که تا زمانی که میخواست ساده نویسی رو حالا تجربه کنه در جای دیگه، ولی اون گفتی ریال نیست، یعنی تو دنیای ریال ریال واقعی نمیخوای بگردی، حالا یا سوریاله یا به صورت ابسترکت جاهای مختلف خیلی جلو و عقب از یک جایی پریدن، پرش‌های مختلف، پرش‌های زمانی مختلف داره به جای مختلف. تو چطوری فکر میکنی؟ این برای من خیلی جالبه، چطور شروع میشه داستان؟ چون این بغرنجی ها و کامپلکسیتی که توی داستان های تو هست بسیار بسیار عمیقه. با کلمات شروع میشه یا با داستان شروع میشه، با محیط شروع میشه، شخصیت ها اول خودشون رو نشون میدن، از کجا شروع میکنی؟
اولش اعتراف میکنم که تعمدی توی این شکل نوشتن ندارم. این واقعا چیزیه که با من همراه منه، همراه من میاد و فکر میکنم که خیلی ابزار درستی هم هست، البته با توجه به اون چیزی که خانم روانیپور و آقای معروفی من رو هدایت هم یه ذره کردن روی مسیر درست قرار گرفتن. من سخت و صیقلی و اینا نمیبینمشون. خیلی به نظر من ابزار کار مناسبیه، چون که من یه سری قصه از یه سری از آدم‌هایی در یه گذشته‌ای که گذشته من و شما و سرزمینمون هست توی سرم دارم، حالا به واسطه اون گزارش نویس بودن یا خبرنگار بودن بوده یا اینکه چه میدونم به جزئیات زندگی نگاه کردن مادر بزرگم مثلا در مواجهه با مسئله جنگ یا چه میدونم همسایه‌مو در مواجهه با مرگ عزیزش یا زندگی خودم یا تجربه های انسانی کلا. خب اینا رو به صورت یه مواد خامی آدم توی سرش داره دیگه، یعنی همیشه هستن همراه آدمم. وقتی که من اینجا قرار گرفتم و داستان نویسی رو اینجا شروع کردم، این رفت و برگشت های زمانی درسته که یکی از تکنیک های داستان نویسیه، اما برای من فراتر از این بود، ابزار مناسبی بود که در خدمت روایت داستان من قرار گرفت. در واقع به خاطر اینکه من جور دیگه نمیتونستم داستانم رو تعریف کنم، هی برمیگشتم به یه زمانی و دوباره برمیگشتم به یه مکان دیگه که درش بودم و این رفت و برگشت های زمانی فراتر از تکنیک بود، یه چیز واقعی بود که خیلی ملموس بود برای من. حالا درسته که تصویر بیرونی شاید ادراکش یه ذره سخت بیاد، ولی من ترجیحم و اصرارم روی اینه که انقدر باورپذیر تعریفش کنم که خواننده رو با خودم همراه کنم. یه هنوز انقدر نتونستم مسلط باشم روی این قضیه که باورپذیر بشه و آسون بشه فهم اون دنیایی که خلق میکنم. فکر نمی‌کنی که محتوایی رو که در ذهنیت خودت وجود داره، چون سعی میکنی بگنجونیش در یک داستان کوتاه و برای همین هی عقب جلو رفتن سعی میکنی از جلوه های مختلف، یعنی پرسپکتیو های مختلف این رو ببینی یا نشون بدی به خوانندت، بیشتر گیج میکنه. آیا فکر کردی که داستان ها رو بزرگتر کنی، یعنی به صورت رمان بنویسی؟ آره فکر میکنم که راستش میگم همه تلاشم روی این موضوع که خواننده رو همراهتر و درگیرتر کنم و باورپذیری داستانم رو براش زیادتر کنم. این یکی از تلاشای زیادم، خیلی مداومه. ولی اینکه تا کی در این دنیای پس و پیش زمانی و نمیدونم حالا اسمش هر چیزی که هست، من نمیخوام هیچ تیکت خاصی روش بزنم، نمیدونم تا که این با من هست، ولی خب من هنوز خیلی قصه دارم که توی این فضاها شکل میگیره و دوست دارم تعریفش میکنم. اما درست میگید، یکی از ضعفای کار من میتونه همین باشه که خواننده‌های بیشتری رو نتونم همراه کنم با خودم، به خاطر اینکه گارد بگیرم بگن سخت فهمیدنش. اما نه، سعی میکنم که هم روی کارم کار کنم و هم یه راهی پیدا کنم برای باورپذیری و ملموس کردن همین فضایی که خلق میشه و این رو به شکل بهتری به خواننده برسونم. زندگی خارج از کشور رو دوست داری؟ زندگی خارج از کشور رو راحت هستی؟ راحته، خیلی راحت تر از توی ایرانه، ولی نمیدونم به دوست داشتنش هم فکر نمیتونم بکنم که یعنی تقسیم بندی خاصی برای آدم وجود نداره توی زندگی. خب یه خیلی جاها هم دوست داری برگردی به همون فضای آشنایی که درش بودی و خیلی یه چیزایی هم اینجا تجربه کردی که خیلی دوست داشتنی بوده، مثل حقوق، تعریف حقوق
شهروندی، تعریف حقوق زن، خب این چیزایی بوده که من حتی اینجا یاد گرفتم و اینجا باشون آشنا شدم، چیزایی که توی ایران خب خیلی کمتر باشون. یعنی فکر میکنی که خودت هم، یعنی نه فقط حس زندگی در اینجا بلکه خودت هم باش رشد کردی، یعنی خیلی چیزها رو یادی بله. در این فضای جدید همینطوره، خیلی اصلا دیدگاه متفاوت، فرصت این رو برام به وجود اومده که یه جور دیگه به زندگی بتونم نگاه کنم. فهمیدم زندگی یه نسخه تکراری نیست که حالا من ازدواج درس بخونم، سر کار برم، ازدواج کنم، بچه دار بشم و تمام. یه نسخه تکراری نیست که همه بخوان ازش الگو برداری کنم. فهمیدم که اینجا فرصت این هست که خطا کنی، آزمون کنی، تجربه به دست بیاری، بیفتی، پاشی، چون که فرصت دوباره ساختنت هست توی اینجا. ولی توی ایران خب این فرصت وجود نداشت. اگه کوچکترین خطایی کردی، اگه مثلا فلان فرصت درس خوندن رو از دست دادی، دیگه عقب افتادی. اما اینجا اینطور نیست، هیچ چیزی. زمان درسته که خیلی چیز ارزشمندیه، ولی همواره بهت میگن که بهت انتقال میدن که در دستت داری و ازش استفادت رو ببر. چه 50 سالته، چه 80 سالته، چه 30 سالته، چه 20 سالته، زمان رو متناسب با شرایط خودت در اختیار بگی و بهترین خودت رو تونستی این رو در خودت ایمبریس کنی، در خودت بیاری و باش عمل کنی؟ آره، مثلا فهمیدم که میتونم داستان بنویسم، زمانش مهم نیست، میتونم یه رشته رو از اول دوباره بخونم و توشم تشویق بشم و مثلا کارم هم دیده بشه، و یعنی فرصت لذت بردن رو خلق میکنن. اینقدر استراب زمان، سن و نمیدونم موقعیت و مکانت رو بهت انتقال نمیدن که جنسیتتو، زن، مرد، جنسیتتو دقیقا درسته. اینجا حق دارم که اعتراض کنم. من خیلی بامزه است، چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که اینجا چه حقوقی به عنوان زن دارم. حالا میگم خیلی هم مسئله جنسیت برای من تو ذهنم نمیگنجه، ولی آدم مواجه میشه دیگه. بعد داشتم فکر میکردم که مثلا همین حقوق کوچولویی که الان اینجا برای زن تعریف میشه، 3 نسل قبل و نمیدونم چند نسل قبل من حتی از ذهنش خطور نکرده که همچین حقی رو داره. و این چقدر درناکه، اومدن یه نسل اومده و رفته و نسل بعدیش رو تربیت کرده و اومده و رفته تا به من رسیده. من خارج از ایران تونستم بفهمم، هرچند در حال حاضر با توجه به این گسترش ارتباطات جمعی که وجود داره، این همه دنیا کوچولو شده و خیلی به هم نزدیک شدیم هممون و چقدر زنای داخل ایران درخشان عمل میکنن، حتی مردا هم کنار خانم‌ها چقدر درخشان ساپورت میکنن و خیلی فضا تغییر کرده. واقعا حتی از 8 سال پیش که من ایران رو ترک کردم و اومدم اینجا هم خیلی تغییر کرده. سرعت تغییر توی ایران خیلی زیاده، اینجا به یه سرعتی هست و خب این برای من جالبه. چی شد رفتی استرالیا؟ انتخاب خودم خیلی نبود، همسرم تصمیم گرفت بیاد استرالیا. من هم حالا با میگم یه سری ترس ها و دغدغه ها و خیلی چیزای شخصی داشتم که میخواستم پشت سرشون بذارم و همراهی کردم. اولش که نه، خیلی یعنی ممکن بود همراهی نکنی، همسرت میخواست بره، تو میگفتی من میمونم؟ نه، انقدر شجاع نبودم که این کارو، یعنی با ترسام نمیتونستم مواجه بشم. ولی خب الان فکر میکنم که تصمیم بعدی هم نگرفتم. تجربه خوبیه. آیا ممکنه از استرالیا جای دیگه هم بری مهاجرت کنی، یعنی یا تصمیم گرفتین دیگه اونجا بمونی؟ دوست دارم که فرصت زندگی کردن در جاهای دیگه هم پیدا کنم، ولی خب خیلی سخته. این فرصت کردی مسافرت های خارج از کشور بری؟ چون متاسفانه تو این چند سال که پندمیک بوده و اذیت شدن این هممون که خونه نشین شدیم، ولی قبل از اون فرصتی داشتی جای دیگه دنیا رو بری ببینی؟
قبل از اون ایران بودم، مسافر خیلی اهل سفر بودیم. اینجا خیلی درگیر مچ شدن با جامعه و شرایط جدید بودم، ولی توی ایران خیلی سفر به هند خیلی به من لذت داد و خیلی دنیای جالبی بود، خیلی فرهنگ جالب و رنگی. و یاد گرفتی برقصی؟ نه رقصم خوب نیست. جالبه. من نزدیکترین جایی که برای بخواین تفریحات برین، مسافرت و اینا، کجاست تو استرالیا؟ توی نزدیکی ما با همه جا خیلی دوریم، ولی اون قسمت های نزدیکترین کجاست؟ سنگاپور و مالزی و نمیدونم تایلند و اینا تقریبا 7 ساعت میشه، بقیهش که خیلی طولانی. با پرواز 7 ساعت یا با کشتی و اینا؟ با پرواز. مثلا من رفتم ترکیه 2 سال پیش قبل از پاندمیک و اوه انقدر سفر طولانی بود که دیگه اصلا بر نگه بوری دیگه کسی که پس دیگه خیلی اصلا من تو حالا این همه توی پرواز ننشسته بودم، 16-17 ساعت خیلی بد بود. از ایران هم طولانی تر بود، 3 ساعت و خیلی بد بود. چقدر جالب. ببین گفتی ازدواج کردی، هنوز با همسرتی؟ بله. همون زمان که اومدی اون وقت بچه دار نشدین؟ نه من زیاد میانه‌ای با تولید انسان. تولید انسان. خب آره. پس چه بلایی سر نسل آینده میاد اگه همه مثل تو فکر کنن؟ نه خب خدا رو شکر همه مثل من فکر نمی کنن. بعضی ها هم سزاوار به دنیا آوردن بچه هستن، هم هم این که لیاقتشو دارن، هم هم این که چه کار خوبی میکنن. ولی تو چرا نمیکنی؟ ولی من فکر کنم که همه آدم ها لزوم نداره پدر مادر بشن. خب من هم واقعا در خودم نمیبینم، خودم رو زیاد در دنیا. یعنی پس تصمیم تو گرفتی؟ آخه یه زمانی گفتی وقتی کوچولو بودم، تو هنوزم الان کوچولویی، ولی میخوام بگم تصمیم تو گرفتی که الان مثلا دیگه بچه دار نشین. یعنی آره در حال حاضر اینجوری فکر میکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم که اگر یه روزی هم دلم بخواد بچه‌ای داشته باشم، یعنی اون حس مادرانه خودم رو بخوام با خودخواهی توی این دنیا ارضا کنم، خب چرا بچه‌ای که توی دنیا هست و پدر مادری نداره، دوتایمون به هم بتونیم همدیگر ساپورت کنیم. اون حس تمایل من رو به مادر بودن برای من برطرف کنه و برعکس من بتونم نیاز اون رو به مادر داشتن برطرف کنم. خیلی شاید چون که خودم توی این شرایط قرار گرفتم و من پدرم رو خیلی زود از دست دادم، شاید از اونجا آب بخوره. نمیدونم این توته ها از کجا بخوره. نمیدونی این توته ها در کجا در این ذهن تو گرفتارت کرده. ببین هیچ اشکالی نداره انسان در زمینه، من همیشه با بچهای خودم که صحبت میکنم مثلا میگه گوجه فرنگی دوست ندارم، بعد همیشه ما این مثال میزنیم که هر چند سال این ذائقه انسان عوض میشه. من معتقدم تفکرهای مثل این هر چند ماه عوض میشه. یعنی اصلا خیلی عجیبه برای من یادم میاد درست 1 سال و خورده‌ای پیش که یکی از دختر از شاگردای خود من که با من همین صحبت رو درست مثل شما میکرد، بعد درست چند ماه بعدش یه دفعه من گفت هی میخواستم بهت خوشحالت کنم یه تصمیم گرفتیم میخواییم بچه دار بشیم، اتفاقا بچهش همین 2 روز پیش به دنیا اومد. خیلی عجیب بود برای من که چطوری از اون محیط به این محیط. من معتقدم انسان‌ها واقعا باید همون حرفی که خودت زدی، آزادی این رو داشته باشن که چطور میخوان زندگیشون رو کنن، چطور میخوام پیش برن. و برخلاف ایران که تا این صحبت پیش بیاد من میدونم دیگه همه دیگه رو کیستن. از فردا من این سوالو کردم از تو این مصاحبه، فردا همه پشتتن، هی زنگ بزنن یعنی چی صدا تو شنیدین تو این مصاحبه چیه، چرا این کارو کردی، باید به همه دنیا جواب بدی. ولی هدفت الان برای بعد از اینکه درس تو خوندی میخوای تو زمینه معماری داخلی ادامه بدی؟ گفتی بله خیلی دوست دارم. نویسندگی رو ادامه بدی؟ بله حتما. توی برنامه‌های سال دیگه هم هست که با یکی از نشرهای فارسی، یکی از نشرهای فارسی خارج از ایران حتما برم سراغشون و دنبال کنم. احتمالا راه سختی هم خواهد بود، ولی دوست دارم دنبال کنم و یه مجموعه داستان می رو بیرون بدم از این داستان‌هایی که
تا حالا کار کردم توی مجلات و مشغول نوشتن یک رمان هم هستم. باریکلا. ولی خیلی سخت و محتاط و توش پیش میرم و خیلی کند پیش میرم، اما میگم بازم مشوق ها و ساپورت های خیلی خوبی میگیرم از خانم روانی پور، همیشه به من میگه چی شد چی شد نوشتی چی کجا رسیدی. آره خیلی خوبه و این حمایتشون خیلی خوبه که به آدم یادآوری میکنن که مرسا جان انگلیسی تا الان بهتر شده؟ یعنی از نظر نه فقط زبان، از نظر فرهنگ. آیا فکر میکنی که به زودی بتونی به انگلیسی هم بنویسی؟ نه من اصلا فکر نمیکنم که بتونم. و جالبه من اینو توی ملیت‌های دیگه هم میبینم. مثلا من وقتی که سر کلاس هستم درسی که میخونم، خیلی جالبه که یه دختر که خیلی هم کم سن و سال، خب بالاخره من یه بار درس خوندم توی ولی اینا 18-19 سالن و اومدن بعد اینجا بزرگ شده، دختر ایجیانیه، خیلی هم اصلا اینجا بزرگ شده، خیلی تسلط به زبان داره، خیلی وقتی به من اون تنها کسیه که توی کلاس خیلی هم شاگرد زرنگه، خیلی خلاق و اینا، اون تنها کسیه که توی کلاس سعی می‌کنه با من دوست بشه و با مزه است، همیشه من رو به عنوان دختر عمو خطاب میکنه، انقدر با من. و بر من جالبه که نگاه کن چقدر هر چقدرم زبانی، هر چقدرم محیطی، کسی که اینجا بزرگ شده ولی قرابت فرهنگی بیشتری با من داره، حس غریبی من رو انگار درک میکنه و حتی خودش هم و به من نزدیک میشه، میونه همه بچه هایی که همزبانشن و باهاشون در کنارشون بزرگ شده، اما حس نزدیک بودن به من داره و دوست داره با من فرهنگش رو شکل، یعنی اون تفاوته ما رو در کنار هم قرار داده. خیلی بامزه است برای من این فضا، یعنی نمیدونم که کی بتونم من از خودم کنده بشم یه روزی و بتونم به انگلیسی بنویسم، چون خیلی هم وسواس دارم توی دونستن دستور زبان، چه فارسی چه انگلیسی، خیلی این حساسیت برام وجود داره، فکر نمی کنم حالا اتفاق بیفته. مرسا، اسم کوچیکت از کجا اومده؟ یعنی معنی اسم کوچیکم رو مادرم انتخاب کرده از یک کتابی که میخونده و اسم یکی از شخصیت ها مرسا بوده که اشاره داره به اسم، حالا مامان من میگه توی اون کتابی که خونده بود اسم مادر حضرت مریم بوده، در صورتی که حالا توی روایت های تاریخی اسم خواهر حضرت مریمه، شخصیت توی انگلیسی هم خونده میشه مارتا و مارتا. آره مامانم اسم اون اسم رو از اونجا به ذهنش میرسه. ولی حالا جالبه که چقدر معنی مختلفی داره در زبان عبری، به عنوان چیز هدیه خداست معنیش، ولی در زبان حالا به شکل عربیش چون از مرثیه میاد، البته یکی از دوستان من که گفتم مترجم ادبیات عرب هم هست، ایشون گفت یه ذره از نظر دستوری توی زبان عربی مرثیه کلمه غلطیه، حالا من میگم نکاتش یادم نمیاد متاسفانه، ولی از مرثیه میاد و موسیقی غمگین هست با سه نقطه نوشته میشه دیگه. بله با مرسا شیرعلی چقدرم نقطه داره. آره باید تون تون نقطه بذاری. آره خیلی دنیای پر نقطه‌ای دارم. ولی خوبیش اینه به انگلیسی خیلی راحت به همون شکلی که نوشته میشه به همون شکل هم خونده میشه و مطمئنم کس مشکلی نداره با گفتن. نه خیلی هم راحت، همه استادا من همیشه دیدم که راحت تلفظ میکنن و اتفاقا اسمی هم هست که خیلی به ذهنشون میمونه، متاسفانه هی صدا میزنن درس جواب بده. ارسا جان فکر میکنی چیز دیگه مونده باشه که فعلا کاورنگ؟ من خیلی دوست دارم که بعدا شما رو دعوت کنم تو میزگرد هایی که برای داستان های کوتاه خواهیم داشت با نویسندگان دیگری، چند نفرشون رو اسم برده بودی که من در نظر داشتم که با هم دور میز بنشینیم و راجع به داستان کوتاه و کلن حتما. تاریخ داستان کوتاه در ایران و یا داستان نویسی از شکل‌های مختلف تأثیراتش صحبت کنیم، دعوتتون خواهیم کرد. ولی الان فعلا تا در این مصاحبه
مطالبی رو که دنبال کردیم چیزی جا گذاشتیم که بخوای اضافه کنی؟ نه من فکر می‌کنم چقدر گپ خودمونی خیلی پرنشاطی بود. من خیلی بهم خوش گذشت، امیدوارم که خیلی هم تایم شما رو نگرفته باشم، ولی حتما دوست دارم که موضوعات تخصصی تر رو توی اون میز گرد شما دنبال کنم. من یه نکته هم حالا اسم خیلی پیش آمد که اسم استادامو گفتم، یک استاد بی نظیر، اصلا انسان بی نظیری رو من در زندگی باش مواجه شدم و آشنا شدم. اتفاقا من و همه همگروهیان مثل هما و لیلا هم بپرسین همین نظر رو دارن و حتما تایید میکنن، آقای عباس مخبر. من کارگاه های ایشونم رفتم بی نظیر و با شناخت اسطوره شروع کردیم. ایشون خودشون یه کتابی تألیف کرده بودن، مبانی اسطوره، و چقدر دنیای شیرینی رو با زبان جذاب و شیرینشون به ما معرفی کردن. و بعدش دنباله‌دار شد، اساطیر یونان خوندیم، اساطیر هند خوندیم، اساطیر ایران، خاورمیانه و همینطور دنباله‌دار. و انقدرشون بی نظیر و شخصیت بکری هستن که واقعا میتونم اعتراف کنم که ظرف خالی از نظر معنای زندگی من رو ایشون واقعا توش چیزی ریختن رو اضافه شد به من. واقعا خیلی قشنگم اینو توصیف کردی، دستت درد نکنه. واقعا خیلی زیبا گفتی، نه تنها از ایشون خیلی خوب صحبت کردی، بلکه به روشی هم که از ایشون صحبت کردی خیلی زیبا بود. فکر کنم که انعکاس تصویر درخشان خود ایشونه توی ضمیر ناخودآگاه من. اینقدر که انسان بی نظیری هستن زنده. چقدر زیبات که تو انگار آینه ای که همه اینها رو به صورت همون شکل که گفتی انعکاس داری میدی و چقدر قشنگ داری با خود کری میکنی و این رو نشون میدین، احترام و به اون کارهایی که برای تو کردن و واقعا نشون میدی که رشدی که امروز در خودت به وجود اومده از انسان‌های دیگه است. ما هیچ کدوممون به تنهایی نه کسی هستیم نه چیزی خواهیم شد اگر واقعا به هم از کمک هم دیگه نبوده باشه. مسئله رو گفتی که منو یکم به فکر فرو برد که شناختن اسطوره ها. تو کتاب‌های قدیم هم می‌خونی؟ کتاب‌های قدیمی تر، قدیمی مثلا ادبیات قدیم ایران رو؟ ادبیات قدیم ایران رو که خب میگم تو من چون رشتم ادبیات بوده به صورت تخصصی هم حافظ خوندم، هم گلستان خوندم، هم بوستان خوندم، هم مولانا خوندم. ولی میگم به شکل مثلا شاهنامه رو من واقعا در کنار آقای مخبر یه لذت دیگه بردم از خوندنش. اون شناخت اساطیر، پیوند خوردنش با شاهنامه و کشف و جستجویی که اتفاق می افتاد خب خیلی جذابتر از اون متون درسی بود که من پشت سر گذاشته بودم. ولی میگم دنیا خیلی جذابیه، ضمن اینکه ایشون هم خیلی جذاب و شیوا تعریف میکنن، بیان میکنن، و امیدوارم که ترجمه هایشون رو دنبال کنیم و لذتش رو ببریم. چقدر جالب. من بعضی موقع میگم بعضی موقع خود ماها سورپرایز میشیم، فکر میکنیم دیگه خب همین 4-5 شاعر رو که شناختیم یا کتابهایی رو که میدونیم همینه ادبیات قدیممون، ولی انقدر کتابهای زیادی ما در ادبیاتمون وجود داره که هرچی بیشتر غور کنی بیشتر پیدا میکنی. من این رو در داستانهای تو دیدم و امروز وقتی به من گفتی که ادبیات خوندی تازه متوجه میشم که چطور، چون با واژه‌هایی رو که تو به کار میبری، اصطلاحایی رو که به کار میبری، واقعا من چندین بار میخونم میگم اینو از کجا آورد. این رو نشون میده دانش واقعا زیاد خونی تو بوده، یعنی انقدر خوندی و همونطور که گفتی این واژه ها دیگه عناصری شده در دست تو که باش مجسمه داستانت رو میسازی. نه خواهش بکنم که لطف شماست. من فکر میکنم که هنوز خیلی راه پیش رومه و ولی خب به مقصد هیچ وقت فکر نمی‌کنم. لذت مسیر رو میبرم، واقعا لذت میبرم از خوندن. و واژه‌نامه میخونی؟ یعنی دیکشنری همینجوری؟ اون خیلی کوچولو بودم، از علایقم بود. منم همینجوری. من به همه میگم باورشون نمیشه، من هنوزم که هنوز کنار رخت خوابم چندین دیکشنری پارسی به فارسی
چند یعنی شکل‌های مختلف بغل دستم همینجوری میخونم، هی واژه رو دوست دارم، با اینکه خیلی هاش خب معنی های شما میدونیم، ولی واژه های جدید کشف میکنم تو ذهنم. واژه هم میسازی؟ نه اینقدر جسور نیستم، ولی سعی میکنم که جسور جسارت نمیخواد که بساز یا استفاده میکنن یا نمیکنن. آره دیگه، یا دعوام میکنن با آدم، یا آره یه جایی تو داستان مال خودت نمیتونن بگن ننویس، که تو داستان خودت جاش بده یه زیرنویس هم براش بزن بگو قصن. اینقدر ظرفیت زبانی ما به نظرم زیاده و میشه ازش کار کشید که چرا که نه، واقعا میشه این کار کرد. چیز حرف دیگه ای برای گفتن داری مرسا جان؟ نه خیلی خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید و تایم گذاشتید و چقدر به من خوش گذشت. امیدوارم که حوصله بیننده‌تون سر نبرده باشم و خیلی هم از آشنایی با شما خوشحال هستم. خواهش میکنم. ما در پرژن اواردز جوایز پارسی واقعا خیلی خوشحالیم وقتی میایم پیدا میکنیم شخصیت‌هایی مثل شما رو و دوست داریم که این رو معرفی کنیم به تمام دنیا، و بعد وقتی که کامنت میذارن برامون بیشتر دعوت میکنن. خواهش میکنم ایشون رو دوباره دعوت کنید و باعث میشه که ما دوباره شما رو برگردونیم به میزگرد ها و به این شکل واقعا بتونیم از دانش و تجربه های شما واقعا میگم هر سجن شما فکرشو بکن، دخترهای جوان پسرهای جوان الان در ایران هزاران سوال از تو دارن که مثلا استرالیا چطوریه، خارج از کشور چطوریه، یک نویسنده شدن چطور میشه به این درجه رسید، معماری داخلی چطوری، اونجا چجوری میخونن، اینجا چجوری میخونن، خیلی سوال ها. من هنوز هزاران سوال تو ذهنم، میخوام ازت سوال کنم کتاب فارسی اینجا از کجا پیدا میکنی، خب تو استرالیا هزار جور سوال که مثلا به چه چیزایی دل تنگ میشه، نمیدونم غذای ایرانی هنوز اینجا شما درست میکنی چه جوری درست میکنی، انقدر سوال های کوچیک وجود داره که اینها ما رو به هم میچسبونه به همین طریق. و ما بسیار خوشحالیم همونطور که گفتم که بتونیم افرادی مثل شما رو به دیگران معرفی کنیم. من خودم افتخار میکنم که باهات آشنا شدم، خیلی ازت میگیرم. من وقتی نوشته های تو رو میخونم اصلا تشویق میشم که شروع کنم به نوشتن و بعد درش انقدر غرق میشم و در داستان های تو انقدر پیچیدگویی و اون شکل کامپلکسیتی رو که تو در تویی بخواستم بگم تو در تویی وجود داره که من داستانی که دیشب در برنامه بودم که شما خوندید، من تمام خواب داشتم خواب اون داستان اون شبکو رو میدیدم، یعنی اون دست خفاش رو نمیدونم، اون اصلا تمام مدت یه حالت کابوس مانندی میگفتم من بگم تو رو چیکار نکردم مرسا جان که تمام ذهن من ریختی به هم. و چقدر ولی زیباست، و چقدر زیباست که من صبح که بلند شدم دوباره یک سری از جمله های اون داستان رو با خودم مرور کردم. هنوز با من خواهش میکنم، هنوز با من بود و از من جدا نمیشد. مرسا جان همونطور که میدونی اگه برنامه من قبلا دیده باشی ممکنم ندونی، من همیشه آخر برنامه رو با یک سوال بی ربط تموم میکنم. حالا میخوام از تو این سوال بی ربط بکنم که ببینم جوابشو میدونی یا نه. ببین تا سالهای 1500 خب در زبان انگلیسی دو تا حرفی رو که امروز در زبان انگلیسی هست اصلا وجود نداشت. میدونی دو حرف چیا بوده؟ تا سالهای 1500، یعنی تا همین 6 قرن گذشته، یعنی هرچی ادبیات قبل از اون رو بریم نگاه بکنیم این دو تا حرف رو درش پیدا نمی کنیم. این دو حرف چیا بوده؟ دو تا حرف یا کلمه است؟ نه هر حرف، دو تا حرف، یعنی دو تا از حروف دیگه، مثلا A B C D که مثلا داریم، یعنی الان اضافه شده بله. یا قرار 1500 اضافه شد، طرفای 1500 به زبان الان اضافه شد، الان داریمشون ولی اون موقع نداشتیم. 1500 میلادی یا شمسی؟ بله دیگه میلادی، نه بابا شمسی نداریم که. 1400 کجا رفتی؟ فلان سال خواستم بدی چونم جواب من کلک بزنی. یا آقایی بود به پسرش میگه دوتا چند تا میشه، میگه 7 تا، میگه میزنه تو سرش، میگه اقلا میگفتی 5 تا، میگفتی 6 تا، چی شد یه رفعه شد 7 تا. حالا تو هم از 1400 پریدی به 1500 شمسی. منم خواستم کلک بزنم نشد، متوجه شدم. پس از من بکشی بیرون دو حرف چی بوده، حالا این دو حرف چیا بوده، حدس بزن. همین حرفایی که نیست. کدوم حرف؟
تو داری منو میپیچونی، همون شیطونی گرفت. نه دو تا حرف، دو تا حرف. نه نمیدونم. ببین جی بوده یکیش، جی. یکم یو. از کجا اومدن بعد اضافه شد؟ درستش باید برم خودم پیدا کنم. من اینو وقتی خودم خوندم، من همیشه این سوالای بی رفتی رو که میکنم تو این برنامه هام، بعد مهمانم برمیگرده سوال بیشتر میکنه، میگم ای من خب خودم باید بیشتر، بعد بعضی موقع شک میکنم نکنه اصلا چیزی رو که دارم میگم درست باشه، چون هیچ دورش نیست، نرفتم هیچ تحقیقی بکنم، بعد خودم رو بلیم میکنم، میگم ای تو چه میزبانی هستی، چه سوال کننده هستی. خیلی اشکال ندارم این، برو سرچش بکن ببین چه جی و یو. خب قبل از جی میدونی بهش چی میگفتن؟ به جای جی آی میذاشتن، به جای یو وی. خیلی جالب بود این موضوعی که گفتید، حالا من دنبالش حتما میرم. ولی یادم اومد به این که منم اول برنامه‌تون اشاره کردم به تفاوت خانش و خواندن. اما میگم یه چیزیه که توی فقط متوجه درست و غلط بودنش هستم که کجا به کار ببرم، اما باید برم دنبالش. ببین درسته، یعنی بسیار ببین چقدر صادقانه خودم رو لو دادم. خیلی خوبه، نه خیلی خوبه، همونطور که گفتی انسان فرقش رو میدونه، میدونه کجا به کار ببره کجا به کار نبره، ولی بعد میگه خب ریشش از کجا بوده، آیا واقعا درسته این حرفی رو که دارم میزنم. میدونم این کلاسایی رو که میگرفتم همش به من میگفتن نگو خانش بگو خواندن. خب الان یادم نمیاد چرا به من اینو میگفتن، یادمه در اون موقع منو کانوینس هم کردم، بهم گفتن که منم قبول کردم، ولی الان یادم نیست چه جوریه. این دو تا مسئله شد برای ما. تا همین قبل از جلسم خونده بودم موضوعشو، ولی الان پریده متاسفانه. من دو تا مسئله شد الان من میگم. خب ما الان بیننده های ما، شنوندگان ما، کسانی که دارن ما رو میبینن میگن آ من برم اینو چک کنم، بعد بیان ما رو بگیرن. کامنت حالا چون که خیلی فضا صمیمانه و خودمونی بود اشکال نداره، بر ما میبخشن. نداره به ما میبخشن. من بسیار خوشحالم که با ما بودی، با هزار سپاس. منم همینطور واقعا لذت بردم از این صحبت صمیمانه و این گپ خودمونی با شما و بینندگانتون، و امیدوارم که همگی خوب و خوش و سلامت باشید. با سپاس فراوان یک بار دیگه با ما بودید در برنامه دیگر از پرژن اوردز جوایز پارسی. تا وقتی دیگر، بدرود.